جنایت علی بشریت غسل از خون جگر کن که مزار شهدا است غسل از خون جگر کن که مزار شهدا سر و دست است که پیکر صد پار جداست شاید همه مردم دنیا دانسته باشند که مشکل اصلین دنیا در چیست در این دنیا انسان را بایسه انسان نمشناسند جنت اصلی انسانیت است که در روی کره زمین می باشد سوال که در ذهن همه انسان های روی زمین است که نمی شود بدون جنگ آدم کشی و رزالت زندگی کرد جنگ سالارها با تمام قصاوت و بهره میخواد خود گستاخ و خودخواه به زن کودک بچه خرد و بزرگ پسر جوان رحم نمی کنند پدر که در برابر چشمان کودکانش شکنجه می شود کودکی که مرگ دوستان و خانواده خود را به چشم می بیند کسی که شاید تیراندازی به خواهر برادر و خانوادهش بوده است مادر پدر برادر خواهر با چشمان اشکالود به خواهر بزرگ خود می بینند که در عقش تجاوز می شود و بعداً کشته می شود از همه سوزناکتر دختر بچه ای که داستان مرگ تمام خانوادهاش را تعریف می کند. در جنگ نخستین قربانیان کودکان مسوم و بیگناه می باشد کودکان در جنگ مادر نیمه جان در کنار فرزندش چونین می گوید. غمگین نباش فرزندم من هرگز نخواهم مرد من همیشه در کنار تو خواهم بود و با هر وزش نسیم خوشبو نوازشگر ماهای تو هم. در هر قطره باران بالبان سوختم چون بوسه بر گونه های تو هم. غمگین نباش فرزندم جنگ کشته ها می دهد ها دارد اطفال وشد زده و زخمی دارد. این مشکل دو کشور نیست. مشکل انسانای روی زمین است. زندگی این نیست که ما برای پسران، دختران، نوه های خود می خواهیم. تا جایی که امکان دارد ارچی آجل مردم را از این وضعیت خیلی بد و بحرانی نجات بدهید. رهبرای جهان دورم جمع شوند و با این بهرحمی قن بجنگند چون این جنایت علیه بشریت است. قلم سیای تاریخ بشکند که در پیش چشمان ما اطفال مادران عامله نوزادان جوانان بالاخره عمه را دریدند و با آتش کشیدند و بیرحمی خود را نشان دادهند بعض از ما زنده نیستیم مرده ایم چرا که در اثر این رگبار گلوله و آتش انسانای روی زمین که انجام می دهند نه زندگی را شناختیم و نه مرگ را آرزو دارم دنیای بدون جنگ و آرامش برای همه مردمان